سرخط خبرها بلینکن جنگ اوکراین ناتو را قویتر و متحدتر کرد تحریم های روسیه باقی میمانند جنگ اوکراین دامن فنلاند و سوئد را هم میگیرد اظهارات هشدارآمیز مقام روس اوکراین از پیشروی نیروهایش در خارکوف و رسیدن به مرز روسیه خبر داد انتقاد شدید پکن از بیانیه جدید گروه هفت درباره تایوان و سفر وزیر جنگ اسرائیل به واشنگتن سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید بلینکن جنگ اوکراین ناتو را قویتر و متحدتر کرد تحریم های روسیه باقی میمانند آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت رئیس جمهور پوتین این جنگ را به راه انداخت و فکر کرد که میتواند اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل از بین ببرد و ناتو را تجزیه کند در عوض او فقط حاکمیت و استقلال اوکراین را تقویت کرده است ناتو قویتر، توانمندتر و متحدتر از همیشه است وی در ادامه نوشته است ما میدانیم که اوکراین مستقل و مستقل پایدار خواهد ماند و ما در حمایت از اوکراین از اصول استقلال که اساس صلح و امنیت جهانی هستند نیز دفاع میکنیم او پس از نشست وزیران خارجه ناتو در برلین با بیان اینکه کشورش و متحدان آن در ناتو روی ارائه قویترین حمایت ممکن به اوکراین در میدان نبرد و در میز مذاکره تمرکز کردند گفت همه اعضای این اطلاف میخواهند این جنگ را هرچه زودتر به پایان برسانند. ما آشکارا مصمم هستیم که کمک های امنیتی خود به اوکراین را حفظ کنیم و تحریم ها کنترل صادرات و فشار دیپلماتیک بر روسیه را تا زمانی که لازم باشد ادامه دهیم. جنگ اوکراین دامن فنلاند و سوئد را هم میگیرد اظهارات هشدارآمیز مقام روس معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت کسی فکر نکند که مسکو به سادگی با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو کنار میآید سرگی کوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها اعضای ناتو نباید دچار این توهم شوند که ما به سادگی این را تحمل میکنیم این عضویت فنلاند و سوئد در ناتو به معنای افزایش سطح کلی تنش نظامی بود و قابل پیش بینی بودن این منطقه را کاهش می‌دهد. حیف از که در تصمیم گیری درباره وضعیت فعلی عقل سلیم قربانی بعضی ایده های خیالی شود کشورهای سوئد و فنلاند روز یکشنبه رسما برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درخواست ارائه کردند ریابکوب افزود واکنش مسکو به عضویت کشورهای نوردیک در ناتو به اقدامات مشخص هلسینکی و استوکهلم بستگی خواهد داشت او گفت این یک اشتباه جدی دیگر با عواقب گسترده است این سطح کسانی است که امروز در کشورهای مربوطه تصمیم میگیرند بونداروف رئیس کمیته شورای دفاع و امنیت فدراسیون روسیه اعلام کرد که مسکو حضور نظامی خود را در مرز با فنلاند در صورت پیوستن هرسینکی به ناتو و استقرار تسلیحات تقویت خواهد کرد بونداروف در تلگرام خود نوشت ما در صورت استقرار تسلیحات تهاجمی و ضربتی اطلاف ناتو در فنلاند مرزها را تقویت و حضور نیروهایمان را افزایش خواهیم داد اوکراین از پیشروی نیروهایش در خارکوف و رسیدن به مرز روسیه خبر داد. اوکراین میگوید از نیروهایی که در نزدیکی شهر خارکوف در حال دفع حملات روسیه بودند، پیشروی کردند و به مرز روسیه رسیدند. وزارت دفاع اوکراین ویدیویی منتشر کرده است که ظاهرا تعدادی از سربازان نیروی زمینی ارتش اوکراین را در مکانی نامشخص در مرز با روسیه نشان میدهد. در این ویدیویی که از سربازان میگوید ما رسیدیم، ما اینجا هستیم. خارکوف میگوید این سربازان علامتی را که منطقه مرزی را نشان میداد سر جایش گذاشتن. نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر در حال پیشروی و پس گرفتن مناطقی در شمال شرق اوکراین هستند و نیروهای روسیه را از محدوده خارکوف که در هفته های اخیر به شدت زیر آتش بود عقب راندند. روسیه به حملاتش در دونباس در جنوب اوکراین ادامه میدهد. به گزارش رسانه های اوکراین در نتیجه حملات موشکی روسیه در استان دسا، یک واحد زیرساخت گردشگری از بین رفته ساختمان ها آسیب دیده و آتش گرفتند بنابر اطلاعات اولیه سه نفر از جمله یک کودک زخمی شدند انتقاد شدید پکن از بیانیه ی جدید گروه هفت درباره تایوان وزارت خارجه چین از بیانیه ی اخیر گروه هفت وی جی درباره تایوان و سین کیانگ به شدت انتقاد کردند ژاو جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در این باره گفت چین اعتراضات شدید خود را به ریاست گروه هفت اعلام کند. موضع ما در مورد موضوع تایوان و مداخله خارجی در امور هنگ کنگ و سین کیانگ شفاف و بدون ابهام وزارت خارجه چین همچنین از اعضای گروه هفت خواست تحریم های غیرقانونی بر ضد کشورها را متوقف کرده و از استقرار هواپیما و کشتی های جنگیشان در مرز ملت ها خودداری نمایند. پکن ضمن تاکید بر سیاست چین واحد از واشنگتن خواست که دستکاری سیاسی در موضوعات مرتبط با تایوان را متوقف کند روز گذشته گروه هفت نگرانی خود را در مورد وضعیت دریاهای شرقی و جنوبی چین مطرح کرد و گفت که پکن باید از تهدید اجبار ارعاب و استفاده از زور خودداری کند این گروه همچنین از چین خواست تا به ناظران مستقل اجازه دسترسی به سینکیانگ و تبت را بدهد طبق اعلام وزارت خارجه چین واشنگتن نیز اخیرا شروع به بازی با کارت تایوان کرده و با برخی کشورها همکاری میکند تا تنش پیرامون مسئله تایوان ایجاد کند که این مسئله صلح و ثبات در تنگه تایوان را به خطر میاندازد بیانیه گروه هفت و دخالت در امور داخلی چین نیز در همین راستا ارزیابی میشود حضور و عبور ناوهای جنگی آمریکایی در تنگه تایوان و مناطق اطراف آن و همچنین اظهارات همپیمانان غربی واشنگتن در رابطه با امور داخلی چین در راستای ریاست ایندو پاسیفیک ایالات متحده صورت میگیرد و همچنین اظهارات همپیمانان غربی واشنگتن در رابطه با امور داخلی چین در راستای سیاست ایندو پاسیفیک ایالات متحده صورت میگیرد که طی آن واشنگتن تلاش میکند تا با تحریک مناطق جدایی طلب از جمله تایوان هنگ کنگ تبس و غیره بهانهای برای حضور نظامی در منطقه جهت به چالش کشیدن قدرت روزافزون پکن ایجاد کند سفر وزیر جنگ اسرائیل به واشنگتن بنی گانس وزیر جنگ اسرائیل در پایان هفته جاری راهی واشنگتن خواهد شد بنابر این گزارش وی در روز پنجشنبه با لوی داستین وزیر دفاع آمریکا در مقر پنتاگون در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهد کرد بنابر اعلام منابع ابریز سفر بنی گانس با آمریکا در سایه تحولات اخیر در فلسطین به ویژه کشته شدن شیرین ابو آقله خبرنگار فلسطینی و همچنین زمزمه ها درباره از سرگیری مزای... کراس هسته ای انجام خواهد شد. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. وقتتون خوش و خدا نگهدار.